به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک نازنینای تایم تی وی. من سیمین تهرانی هستم و امیدوارم که شما در هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش و خرم باشین و مام که هستیم، برای اینکه ما برای شما یک سورپرایز خیلی خوبی داریم. بعد از سالیان سال آقای مکس امینی رو افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. خیلی آرزو داشتیم که با مکس صحبت بکنیم، ببینیم مکس رو، ولی ماشاءالله ماشاءالله این جوان پر انرژی ایرانی که واقعا هنرمنده و واقعا ما از هنراش خیلی لذت میبریم و از همه مهمتر اینه که هنرمند اینترنشناله. فقط ما ایرانی‌ها رو شاد نمیکنه، بلکه همه دنیا رو شاد میکنه. افتخاری داشتم که در خدمتشون یه چند دقیقه باشیم. مکس عزیز رو روی خط داریم، اجازه میخوام که مکس رو بهش یه سلامی بکنیم، خوش آمد بهش بگیم به رویال تایم تی وی. مکس، آقای امینی سلام عرض کردم. سلام عرض کردم به شما خانم سیمین تهرانی عزیزم و سلام میکنم به همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن. خیلی خوشحالم که به من وقت دادین بیام خدمتتون. خواهش میکنم، این سعادتی بود که ما در خدمت شما باشیم. البته این سعادت رو باید تشکرش از دوستای دنوریمون بکنیم، مثل این که یه جورایی برای اینکه لس آنجلسیا که باعث نشدن ما با مکس صحبت بکنیم، حداقل دنوریا دوستای قدیمیمون باعث شدن که ما این افتخار رو داشته باشیم. خیلی خوشحالم مکس جان که میبینم که داری یه برنامه گذاشتی توی دنور کلرادو و امیدوارم که بسیار بسیار برنامه خوبی باشه و موفقیت آمیز، چون هر کجا رفتی ماشاءالله خیلی موفقیت آمیز بوده و کار بسیار سختی داری، به خاطر اینکه ما هممون میدونیم که بالاخره چه جوان باشی، چه پیر باشی، چه میدونم مریض باشی، سالم باشی، پولدار باشی، بی پول باشی، بالاخره بعض موقع آدم ناراحت دیگه، بعض موقع دیپرس، مشکلاتی داره. ولی چی کار میکنیم مکس جان که باعث میشه با تمام مشکلات زندگی بازم بیای روز صحنه و انقدر قدرت داشته باشی که همه رو بخندونی؟ حالا برای ما یه ذره تعریف کن. جواب سوال شما هست مواد مخدر. اختیار اذیت نکن دیگه. مواد مخدر، اگه مواد مخدر میزدی که همش خواب بودی که. من تو عمرم حتی اینو جدی میگم، نه برای که تو تلویزیون، یک بار هم هیچ چیزی رو حتی امتحان نکردم. ولی فکر میکنم که راز خوشبختی اینه که آدم هر روز که پا میشه به هر فشار بگم که هست سعی بکنه اون احساس روحیشو مثبت بکنه. همین امروز که من به شما صحبت میکنم، من امروز از خواب باشم یک آشوبی دیدنم بود، یه استرس خیلی زیادی داشتم. بعضی وقتا شاید فیزیکیه، بعضی وقتا شاید به خاطر یه المان کاریه، ولی خیلی امروز خیلی حسم سنگی بود صبح که بیداشتم و هی به خودم گفتم نفس عمیق بکش، سعی بکن اینا، و حتی چند تا مسیج خوشحال کننده خوندم توی اینترنت و یه دونه پیغام گذاشتم توی اینستاگرامم. اگه نگاه بکنید نوشتم، یه شعری از رومی گذاشتم. حالا من میگم این احساس منه، هر کسی از خواب پا میشه باید سعی بکنه به هر نحوی روزش مثبت بکنه، به هر زحمتی که هست اون کارو بکنه، برای اینکه به خودش محبت کرده. بله کاملا درست میگی. خب حالا برنامه‌تون برای دنور کلرادو چیه؟ بهترین برنامه که دنور تو زندگیش دیده من دارم میارم براشون. باریکلا باریکلا، خوش بقال دنوریا. اگه بمیگوییم مشروع تشریف بیرید برنامه من، اگه خوش من پول بیلیتو دو برابر بهتون پس میدم. به 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 به، دیگه از این بهتر که نمیشه دیگه، دیلی از این بهتر نمیشه. اسمانی بالاتر میتونه بدستیم اینجا؟ نه. اولا برات بگم که من دنوریا رو خیلی دوست دارم و بسیار آدمای مهربون و خوبی هستن. البته ایرانی ها همشون خوبن، ولی خب دنوریا، من دیگه 26 سال اونجا زندگی کردم و غیر منتظرانه به قول معروف از برنامه اندیجان استقبال کردن و واقعا دستشون درد نکنه. اینجا وقت میخوام از شما اجازه بگیرم که ازشون یه تشکری داشته باشم
و بگم دستتون درد نکنه، چون مکس جان هر چقدرم که برنامه شما خوب باشه اگر مردم نیان ساپورت نکنن که فایده نداره. این پس این مردم هستن که هنرمندو میتونن ببرن بالا یا خدای نگرده پایین نگرش دارم. ما ازشون واقعا ممنون هستیم. از یکایک که دنوریا تشکر میکنیم، دوستای عزیز دنورمون. مکس اون روز، روز یک شنبه 25 فوریه، کجا مکس جان بگو خودت کجا برنامه است؟ توی سالونی که من برنامه میذارم، والا اسمش نمیدونم، من میارم توی وبسایت من maxamini.com، هم لوکیشن هم تمام اینفرمیشن. من بگم خدمتتون، شما خیلی خیلی اونجا واقعا بسیار رپیوتیشن خوبی دارین توی دنور، برای اینکه من با اندی جان که صحبت میکردم، حالا قابل توضیح است که بگم مثلا چطور شده که من الان کنکت شدم که سیمین جان این آیدیا رو دادن که من بیام توی این برنامه صحبت بکنم. این بود که اندی که صحبت میکردم گفت کلید دنور دست سیمینه، دست اندی سیمین تهرانی بگین اسمش، بی خودی نیست ما اندی رو اسمشو گذاشیم چرچیل، اندی چرچیل ماشاءالله. شما زیدون عوض که میدونیم سیمین دنبری از این ببر، برای که اونجا واقعا شما رو دوست دارم. بعدم خب اندی خیلی تعریف کرد، گفت انرژی بسیار خوبی داشتن، واقعا حس خیلی خوبی بود برنامه که ما اونجا گذاشتیم، و روی این حساب منم تشویق شدم که با شما تماس بگیرم صحبت بکنم. ما هم الحمدلله واقعا بگم من از صمیم قلبم از فن بیسم، از مردم ایرانی متشکرم، برای اینکه واقعا به من محبت دارن. من اصلا نمیدونم چجوری که میتونم واقعا بجز کار سخت و بهترین ارائه کاری خودم جوری دیگه بتونم تشکر کنم، برای اینکه مردم این حرکت هایی که انجام میدن و ساپورت میکنن آرتیست هایی که دوست دارن، این باعث میشه که نه تنها ما به عنوان یک نیشن، به عنوان یک کامیونیتی کلن رشد بکنیم، بلکه بچه های کوچکتر دارن به ما نگاه میکنن و آینده اونها هم فرسگی به آرتیست های این کامیونیتی داره، و ما همه دستمون تو یه دسته. روی این حساب امیدوارم که نه تنها شهر دنور، همه جا بتونیم به هم کمک بکنیم، آرتیست ها به هم کمک بکنن، مردم به هم کمک کنن، ایرانی ها در سراسر دنیا به هم کمک بکنن. من فهم میکنم این کامیونیتی ما رو میبره بالا و باعث افتخار هممون خواهد بود. تشکر. من اینجا باید از دوستای دنورمون خواهش کنم که آبروی ما رو یه بار دیگه هم بخرن، همون جوری که اندی جان رو ساپورتش کردن، آقای مکس امینی رو ساپورت کنین، حتما برین و به قول خودش وقتی رفتین اگر برنامه رو دوست نداشتین پولتون رو پس میگیرین، چون مطمئنه خودش مطمئنه دیگه مکس، اگر نه که این حرفا رو نمیزد، اگر نه همه میگفتن آقا پولمون رو بده. میدونم که تازه وقتی که برنامه مکس تموم بشه، قبل از اینکه از اونجا بره بیرون، میگین که برنامه بعدی کیه که برمیگردی، چون من واقعا برنامه های مکس رو دیدم، بسیار بسیار پروفشنال، حرفه‌ای خیلی، و بسیار کار سختیه. یعنی واقعا خب به نظر من کار شما از کار خواننده ها، از کار هر آرتیستی سخت‌تره، برای اینکه شما باید قادر باشی که آدم ها رو بخندونی، یعنی خنده رو روی لب دیگران آوردن کار بسیار سختیه. من که برو خنده رو روی لب خودم هم نمیتونم بیارم مکس. شما بی نظیری، همین که اینقدر روشنبین، اینقدر زیر ذره‌بین همه چی رو قشنگ شما توضیح میدین، واقعا واقعا قابل تقدیره. منم بگم ما واقعا دنور، من یکی دو بار رفتم، هوای بسیار سرد ولی مردم بسیار دلگرم، و در ضمن شو اولم سولد اوت شده، این شو دومه میگه گذاشتیم، ماشاءالله ماشاءالله، یک شب دو تا شو گذاشتیم، برای اینکه اینقدر واقعا احساس خوبی بوده تو استقبال شده، استقبال شده. تازه میدونی امروز درجه حرارت اونجا چند بوده مکس؟ والا درجه زیر صفر، درجه حرارت نیست، ببین چقدر سرد بوده، یعنی کلمه حرارت دنور تو زمستون وجود نداره، ابدا فقط یخبندونه. ولی خب من کت درست حسابی هم ندارم، ما شهر لس آنجلس زندگی میکنیم و من نمیخوام کت بخرم، یه پالتو بخر ببر با خودت، یه پتو دارم، یه پتو گنده دارم با خودم میبرم، هر چی هم لباس تو چمدونه تنم میکنم، مثل مترسک میام اونجا روی صحنه. حالا مکس جان، برنامه‌ای که انجام میدی به زبان فارسی یا انگلیسی؟ برنامه به زبان انگلیسیه، برای که ما تو آمریکا که هستیم، خب تماشاچیمون فقط ایرانی نیست،
اکثریت ایرانی هستن و یه درصد 20-30 درصدی شهرهای مختلف درصدش فرق میکنه خیلی خارجی میان. و من خیلی دوست دارم که به خاطر که حالا ما این به خاطر که تو آمریکا زندگی میکنیم و همه انگلیسی صحبت میکنن، خانواده ها این اپورتونیتی دارن که یک شب با بچه هاشون همه توی شوی باشن که همه شون لذت ببرن، یعنی پدر و مادر و بچه ها میتونن کانکت بکنن توی برنامه های من. اگه کسی همسرش خارجیه میتونه کانکت بکنه تو این برنامه، با هم میان و از یه برنامه ایرانی لذت میبرن. اتفاقا چه اشاره خوبی کردی، برای اینکه بیشتر بچه های جوانمون با خارجی ازدواج کردن یا با آمریکایی یا به هر حال خارجی هستن، فارسی صحبت نمی‌کنن و خیلی آره و خیلی این برنامه‌ای که ایرانی که میان تفلکی‌ها برد میشن، خسته کننده است براشون، باید بشینن ما فارسی حرف بزنیم. من خودم واقعا درکشون میکنم به خاطر اینکه کارمندای من خارجی هستن و ما مرتب فارسی حرف میزنیم و دلم برای اینا میسوزه، میگم بابا اینا 5 دقیقه بخوان یک کلمه زبان دیگه صحبت کنن ما چقدر ناراحت میشیم، ولی اینا بیان بشینن چندین ساعت تو برنامه های ما و هیچی نفهمن خیلی سخته. پس دوستای عزیز دنبریمون که خانمای خارجی دارین یا شوهر خارجی دارین یا نامزد خارجی دارین، دوست خارجی دارین، این بهترین موقعیته که بیاین و یک شب خیلی شاد و خوب داشته باشین و همچنین بعداً وقت به همدیگه اون دوستاتون گردنتون رو میگیریم بالا، دیدین چقدر برنامه مکس قشنگ بود، چقدر خوش گذشت. حالا مکس یه چیزی بگو، ما یه ذره بخندیم قبل از اینکه برید دنور، یه چیزی ایرانی بگو، من ایرانیشو میخوام فارسی بگم. باشه، من اتفاقاً عموم به من یه نصیحت فارسی همین تازگی کرده براتون تعریف میکنم. خب جو که ایرانی انگلیسی هستش، اما میگه که میدونی که فرق کلمه what's the difference between finish and complete، این دو کلمه finish و complete چه فرقی با هم دارن. میگه من نمیفهمم. میگه if you marry the right woman you are complete، okay. but if you marry the wrong woman you are finished. عجب حرف قشنگی زده ها. خب راست گفته. ادامه میده. If the right woman ever finds you with the wrong woman, you are completely finished. بسیار بسیار درست گفته. خب حالا ساعت برنامه تو بگو، اونجا ساعت چنده؟ ساعت 7 شو اول هستش که سولد اوت شده و شو دوم هم ساعت 9 شب هستش که هنوز جا هست که دوستان برنامه بخوان بیان و بلیط تهیه بکنن. روز یک شنبه. بله. تیکتاتون رو دوستای عزیز میتونین از وبسایت مکس بخرین، maxamini.com. دیگه بله. از این راحت تر نمیشه. مکس هم که میشه MAX امینی، AMEINI. درست گفتم؟ AMINI. ببخشید من یه ای اضافه گذاشته بودم. خب یه بار دیگه خودت بالا. یه بار دیگه خودت بگو قشنگ آروم آهسته. که دوستای عزیزمون بتونن برن کاغذ مداد بردارن بیارن، یه خورده بهشون تایم بده دیگه. باشه باشه. اصلا تایم هم همینطوری یادتون بمونه maxamini.com. اگر هم یادتون رفت تشریف بیارین دم در، من خودم میام اون جلوی اونجا بلیتتون رو میدم. جلوی گیشه خودت بلیت میفروشی، میشینم بهتون ماساژ هم اگه احتیاج باشه ماساژ میدیم، کفشاتون هم در میریم، یه کیسه تخمه هم خدمتتون میدیم با یه هندونه، ایشاله که لذت ببرین. آره حالا اینا رو که شوخی میگم، ولی واقعا حقیقتا من با یه اکسایتمنت بسیار زیادی دارم میرم به دنور، برای اینکه هر وقتی که تو اون شهر بودم خیلی بهم خوش گذشته و I'm looking forward to it. برسرم دنور. حالا نه سریسلی، نه اینکه من به خاطر اینکه من اونجا زندگی کردم، is a healthy استیت. درسته الان مواد فروختن توش راحت شده، قانونی شده، ولی همیشه یک استیت، یک شهریه که خوبه برای رشد کردن بچه‌ها، بزرگ کردن و مدرسه فرستادنشون، خیلی بسیار جای عالیه. من واقعا میسش کردم. دوباره از دوستای عزیز دنوریمون تشکر میکنیم،
از احسان عزیز، از مریم عزیز خواهش میکنیم که همون جوری که برای برنامه قبلی آقای اندی زحمت بسیار بسیار کشیدین، لطف کنین این دفعه هم برنامه مکسو به دوستاتون زنگ بزنین، ادامه چی میگن خبرشون کنین که این برنامه وجود داره، چون مال اندی رو خب ما تلویزیون مرتب پخش میکردیم، ولی حالا این دو روزه که مونده حتما سعادتی هست که این برنامه مکس عزیز رو براتون پخش میکنیم. ولی از همه مهمتر یادتونه ما ایرانی ها همش میگیم آبرومون نره نبریم پیش مکس و بگی چی دنبر یا ما فکر کردیم حرفت رو گوش میکنن. امکان نداره، اصلا امکان پذیر نیست. آره انشالله که هر دقیقه که با شما اینجا بودم لذت بردم. من هر برنامه شما رو میبینم به من خیلی محبت دارین واقعا. اینجا که تو این قسمت شد که الان تو تلویزیون شما باشم، خیلی ازتون تشکر میکنم. I love you Max جان، برات آرزو بهترین ها رو میکنیم. باعث افتخارمونه که یه پسر جوان از ایران اومده، اینترنشنال معروفه، مشهوره و از همه مهمتر محبوبه. اون محبوبیتت از همهشون مهمتره برای ما. خیلی ازت ممنونم. امیدوارم که در پایان میخوام بگم آرزو میکنم برای همه ایرانیای عزیز، هر کسی که این برنامه رو میبینه یا با کسی دیگه صحبت میکنه، که ما بتونیم یه خورده با محبت کامل با هم واقعا دوستی داشته باشیم، چه در اینترنت چه در به اصطلاح وقتی همدیگر رو میبینیم. من یه اتفاقات زیادی که دور دنیا میافته همش دلم میشکنه، میگم ای کاش ما فقط یک چیزی رو بتونیم به همه یاداوری بکنیم، اونم اکسپتنس، همدیگر رو قبول بکنیم، هر رنگی، هر دینی، هر به اصطلاح بکراندی، همدیگر فقط بتونیم محبت بکنیم و قبول بکنیم، اکسپت بکنیم. این بالاترین خدمتی که ما میتونیم هم بکنیم. اینو دلم میخواست بگم قبلی که شما خداحافظی میکنم، که انشالله همه به همدیگه یاداوری بکنیم مثلا. انشالله. خب مکس جان برات آرزو بهترین ها رو میکنیم. دوستای دنوریمون، مریم خانوم، آقای احسان، همه با همه که اومدیم برای اندی حتما بریم برنامه مکسو، چون همونقدر که احساس کردین تو برنامه اندی بهتون خوش گذشت، من به شما قول میدم دو برابر تو برنامه مکس بهتون خوش میگذره. ازتون ممنون هستیم که لطف کردین در رو برای لس آنجلسیا باز کردین، ویلکام کردین لس آنجلسیا رو. وی لاف یو گایز. به امید اینکه شب بسیار خوبی داشته باشین. اینجا مکس جان اگه چیزی نداری بگی، ما ازت خداحافظی میکنیم. برات سفر خیلی موفقیت آمیز و صلح رو آرزو میکنیم. خیلی ممنونم، قربون همگی، خوب و خوش باشین. قربانت، خدا نگهدار. خدا.